Hi, welcome to the House of European History in Exile. This is your ticket and your leaflet. Enjoy your visit. اروپا در سال 2018 در رکود اقتصادی، موج ورشکستگی، دولت‌های فقیرتر، فاشیسم، جدایی طلبی و ناسیونالیسم افراطی از هم خواهد پاشید. این پیشبینی توماس بلینک، کارگردان تئاتر در بلژیک و بنیانگذار نمایشگاهی جدید در ارتباط با آینده اتحادیه اروپا است. میخواهم نشان بدهم که چگونه شهروند مسئولیت و آگاهیش را در اتحادیه اروپا از دست می‌دهد. میخواهم ماهیت نهادهای اروپایی را به شهروند که از آن بیخبر است نشان دهم. صلحی که در آن به سر می‌بریم در تاریخ نایاب اما ناپایدار است. در این میان پارلمان اروپا در کار ایجاد موزه‌ای با هزینه بیش از 50 میلیون و مخارج سالیانه 12 میلیون یورو است. تانیا ونگال، مدیر این موزه جدید، میگوید نمیتوان در میان کشورهای مختلف اروپا یک هویت واحد ایجاد کرد. میخواهیم افقهای متفاوتی از روندها و وقایع عرضه کنیم. در این حال میخواهیم بازدید کنندگان از تجربه و اطلاعات خود در برخورد با نمایشگاه ها استفاده کنند. در گرماگرم بیکاری و فقر در اروپا، برخی از نمایندگان پارلمان معتقدند ایجاد این موزه غیر قابل توجیه است. به عقیده من چیزی به نام هویت اروپایی وجود ندارد. این موزه ثمره جز ایجاد مشکل در روابط میان کشورهای اروپایی نخواهد داشت، زیرا هر یک تاریخ را به روایت خود می نویسد. تلف کردن پول است. بیست کارشناس در حال جمع‌آوری نمونه‌هایی از هنر و فرهنگ اروپا هستند که در این موزه به نمایش گذاشته شود.